رزمایش بزرگ و مشترک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امروز با استقرار یگانهای مختلف نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش در جنوب شرق کشور و آبهای دریای عمان آغاز شد. آزمایش آخرین دستاوردها و تجهیزات و ارتقای توان دفاعی، انتقال تجربیات عملیاتی به افسران جوان و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر بین نیروها از مهمترین اهداف این رزمایش اعلام شده است. رزمایش بزرگ مشترک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را آغاز می کنیم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. روز اول رزمایش مشترک ارتش با استقرار نیروهای عمل کننده آغاز شد. به گوش باشین، آماده بازید. شیران نیروی زمینی در استحکامات، عقابان آسمان ولایت در آشیانه ها، نهنگ های خلیج فارس در اعماق و سطح دریا و آرش های پدافند موضع رزمی گرفتند. در منطقه به وسعت 2,200,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز و سواحل مکران تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند، در بخش دریایی و در بخش زمینی از جنوبی ترین نقطه شرق کشور شروع میشه تا منطقه جاسک. روز اول رزمایش با تمرین شیران نیروی زمینی ارتش در مراکز از پیش تعیین شده پی گرفته شد. نیروی دریایی مهاجم از طریق دریا تهاجم خودش رو آغاز میکنه و موفق میشه خودش رو به سواحل برسونه. نیروهای تأمینی نیروی زمینی که دفاع از ساحل رو بر عهده دارن در مقابل اون مقاومت میکنن، وادار میکنن دشمن رو که سرپل‌های رو که گرفته ترک بکنه و نیروهای خط بعدی که نیروهای خط قرمز ما هستن بتوانند ضربات جبران‌ناپذیر رو به اون وارد بکنن. پیشروی متناسب با شرایط زمین و موضع‌گیری در سنگرهای رزمی از مراحل رزمایش امروز بود. خدمه دوشگاه هستم، جهت تامین پاسگاه فرماندهی. 27 رسته نیروی زمینی ارتش پس از شورهای متعدد ستادی و شبیه‌سازی بازی جنگ با استفاده از پهپادهای اطلاعاتی در موقعیت‌های رزمی مستقر شدند. در روز اول رزمایش مشترک محمد رسول الله، سرعت در پشتیبانی و ایجاد مراکز مهندسی و بخریگیری از سامانه های شنود جنگی هم تمرین شد. 1, 2, 3, 4, 5 رولا بهرام. همزمان با مرحله زمینی رزمایش مشترک محمد رسول الله، انواع واقعیت های شناور نیروی دریایی و یگان های پروازی هم به منطقه عملیات اعزام شدند و سامانه های پدافندی نیز در مناطق طراحی شده استقرار یافتند. حالا همه واقعیت های عمل کننده در رزمایش منتظر دستورات بعدی هستند که فردا با تک گسترده و خورد کننده علیه دشمن صادر می شود. مستقیم به بندر جاسک هرمزگان در سواحل دریای عمان می رویم و گفتگو می کنم با امیر سرتیپ محمودی از فرماندهان رزمایش مشترک محمد رسول الله ارتش. امیر محمودی سلام، از برنامه های روز نخست این رزمایش بزرگ برای بینندگان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. عرض کنم که پس از اعلام رمز رزمایش که توسط فرمانده محترم رزمایش از اعلام شد، از صبح امروز یگانهای شرکت کننده در رزمایش، ام از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، قرارگاه پدافند هوایی، گسترش خود را آغاز نموده و در بخش فاز تاکتیکی که از چند روز گذشته این گسترش را آغاز کرده اند، امروز در بخش فاز تاکتیکی عملیات خودشون را به طور هماهنگ و مشترک آغاز نمودند. نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گسترش از نقاط صفر مرزی مشترک بین ایران و پاکستان تا شرق تنگه هرمز یگانهاشو گسترش داده و امروز در بخش فاز تاکتیکی ما امروز از شاهد عملیات هلیبورن، سقوط آزاد توسط چتربازان تیپ نیروی ویژه نیروی زمینی هستیم و توسط چند فروند
هواپیمای تاکتیکی C-130 نیروی هوایی این عملیات مشترک رو در این قسمت از برنامه رو به طور قاطع انشاءالله اجرا خواهند نمود و در بخش‌های دیگری هم نیروی زمینی کارهای خودش رو آغاز کرده که الحمدلله موفقیت‌های بسیار خوبی رو داشته. در بخش قرارگاه پدافند هوایی کلیه سامانه‌های دفاع هوایی این قرارگاه ضمن گسترش در قسمت فاز تاکتیکی ضمن رصد نمودن کلیه تحرکات هوایی احتمالی در منطقه رزمایش توسط نیروهای بیگانه که شاهد اخطار چندین اخطار تا به امروز، حتی امروز هم اخطار داشتیم توسط رادارهای همیشه بیدار این قرارگاه توانستن اخطارهای مهمی بدن، سامانهاشون رو گسترش دادن و در یک عملیات مشترک با نیروی هوایی عملیات رهگیری هواپیماهای دشمن رو انجام دادن و همچنین عملیاتهایی رو در دفاع هوایی به طور کامل در بخش نیروی دریایی، شناورهای نیروی دریایی ما اما از سطحی ها، زیر سطحی ها، شنا هوا دریا و همچنین نیروی ویژه مخصوص، این نیرو هم گسترش خود از چند روز پیش آغاز کرده در بخش دریا، در قسمت فاز تاکتیکی، در بخش جنگال، جنگ های الکترونیک، در بخش تجسس دریایی عملیات خودش آغاز نموده و هماهنگ در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در بخش نیروی هوایی در قرارگاه های پدافند هوایی نیروی هوایی ما تیز پروازان نیروی هوایی هم در هماهنگ با قرارگاه پدافند و پشتیبانی کردن از عملیات دریایی و زمینی در نقش هم دشمن هم نیروهای خودی که الحمدلله کاملا به اهدافشون در این مرحله دست پیدا کردیم که در روزهای آینده اخبار تکمیلی به عزستان به نظر مردم عزیز خواهد رسید انشاءالله. با تشکر از امیر سرتیب محمودی جانشین قرارگاه رزمایش. اما همزمان با آغاز رزمایش محمد رسول الله، بخش پدافند هوایی هم با انواع رادارها، آتشبارهای موشکی و سامانه‌های توپخانه‌ای آماده شرکت در این رزمایش بزرگ است. قرارگاه پدافند هوایی در وسعت 133 هزار کیلومتر مربع زمینی و 162 هزار کیلومتر مربع هوایی در این رزمایش شرکت دارد. برای انجام رزمایش آمادگی کامل داریم. ما پوشش منطقه رو 100% کامل داریم. با انواع رادارها و سامانهای موشکی که هیچ پرنده‌ای توان فرار از آن را ندارد. ایرانی و بومی هستن و به دست متخصصین عزیزمون در دانشگاه‌ها، صنعت دفاعی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش تبیین شد. اینجا مرکز کنترل سامانه هاگه و ما داریم الان اعلام وضعیت می‌کنیم، استعلام می‌گیریم از شبکه یک پارچه پدافندی و منتظر دستورشون هستیم تا با هدف‌های متقاسم درگیر بشیم. سامانه‌های راداری دوربرد ما از جمله سامانه‌های آرش، سامانه‌های جی‌وای 14 مون و سامانه‌های آتشباری هاگمون سامانه‌های بهینه شده‌ای هستند که توسط دانشمندان ما بهینه شدن. استویس ما که یک سامانه ارتفاع بلند راهبردی هست. پدافند هوایی امروز ضرب شست خود را به دشمن نشان داده است.